عادت‌ها نقش بسیار مهمی در زندگی همه ما دارند. در واقع این عادت‌ها هستند که مشخص می کنند ما به فرد موفقی تبدیل می‌شویم یا همیشه یک آدم معمولی با کلی آرزو باقی میمانیم. همه ما کلی عادت داریم که با آن که می دانیم خوب نیستند اما نمی‌توانیم تغییرشان دهیم. یک راهنمای کامل و دقیق در مورد عادت‌هاست که در آن با قوانین و روش‌های آشنا می‌شویم. که می توانیم به سادگی عادتهای من را تغییر و حتی حذف کنیم. در این کتاب خواهیم شنید که چقدر قدمهای کوچک و در ظاهر بی اهمیت می توانند مهم و گذار باشند و ما را به نتایج بزرگی برسانند. عادت های اتمی یکی از پرفروشترین کتاب های نیویورک تایمز بوده است. جیمز کلیر نویسنده، سخنران و گوینده است. که روی عادتها، تصمیمگیریها و بهبود مستمر افراد تمرکز می کند. او در آکادمی عادت خود هزاران مدیر، مربی و معلم را تحت آموزش قرار داده و توانسته عادتهای آنها را با آموزش های حرفه‌ای تغییر دهد. او روی عادتهای کوچک به عنوان عامل موفقیت تاکید دارد و می‌گوید. همین رفتارها و عادتهای کوچک است که تعیین می کند پس از پنج سال کجا هستیم و چقدر موفق شده ایم یا حتی شکست خورده ایم. کتاب عادتهای اتمی معروف ترین کتاب این نویسنده است. من عاشق بیسبال بودم و از بچگی این ورزش رو انجام می دادم. اما حادثه ای باعث شد تا در دوراهی سلامتی و علاقم قرار بگیرم. به روزهای آخر سال دوم دبیرستانم نزدیک می شدم. و مثل همیشه مشغول تمرین بودم که ناگهان چوب بیسبال از دستم رها شد و بین دو چشمم خورد. لحظه وحشتناکی بود. عملا دیگه نه چیزی میشنیدم و نه چیزی میدیدم. دنیا در مقابل چشمام تیره و تار شده بود. کمی گذشت و با کمک معلم مدرسه و همکلاسیام منو به بیمارستان منتقل کردند. از اونجایی که بیمارستان محل سکونت ما برای شرایط اضطراری امکانات کافی نداشت، تیم پزشکی تصمیم گرفت تا من رو به یک بیمارستان تخصصی بفرستن. به دلیل بحرانی بودن شرایط و اینکه مدام بیهوش می شدم با هلیکوپتر به بیمارستان دیگه ای منتقل شدم. مادرم کنارم بود و با اینکه هوشیاری نداشتم اما نگرانی عمیق او رو حس می کردم. تحت عمل جراحی قرار گرفتم. و مدتی گذشت تا از بیمارستان مرخص شدم. وقتی به خونه منتقل شدم فهمیدم به خاطر آسیبی که به مغزم رسیده باید مدت زیادی بگذره تا بتونم تعادلم رو به دست بیارم و در طول این مدت باید دوره های فیزیوتراپی میرفتم تا بهبود پیدا کنم. اما اینها چیزی نبود که من رو ناراحت میکرد. ناراحتی من برای خط خوردن اسمم از تیم اصلی بیسبال دانشگاه بود. من برای رسیدن به این موفقیت تلاش زیادی کرده بودم. اما حالا باید دوباره با سال دومی ها بازی کنم و یک راه رفتر رو دوباره طی کنم. تمرینات من با شدت کمتری ادامه یافت تا اینکه وارد دانشگاه دنیسون شدم. من وارد تیم بیسبال دانشگاه شدم و اعتماد به نفسم رو به دست آوردم. دانشگاه باعث شد تا عادتهای تازه‌ای پیدا کنم. من تصمیم گرفته بودم به زندگی خودم نظم بدم سر وقت بخوابم وسایل اتاقم رو مرتب کنم و به غیر از بیسبال بدنسازی هم انجام بدم جالب اینجاست که هر تغییری که برای بهبود مسیر زندگیم انتخاب کردم روی نمرات دانشگاه هم تأثیر مثبت گذاشته بود چهار سال طول کشید تا من به عنوان بازیکن اصلی تیم منتخب دانشگاه انتخاب شدم که همه اینها برای همین عادتهایی بود که در زندگی خودم ایجاد کرده بودم. مدتی بعد هم افتخارات من و مدال هام افزایش پیدا کرد و به عنوان بازیکن برتر انتخاب شدم. توی زندگی همه ما چالش هایی وجود داره. کم و زیاد اون مهم نیست. مهم اینه که چطور بعد از اون چالش دوباره روی پای خودمون بیستیم. اگه بتونیم عادتهایی کوچیک اما تأثیر گذار توی زندگی خودمون ایجاد کنیم و در صورتی که به اونها پایبند هم باشیم میتونیم از پس هر چالشی بر من از سال 2012 شروع به نوشتن مقاله کردم. هر تجربه ای که در مورد عادات مختلف داشتم رو در اختیار مخاطبانم قرار میدادم. به مرور زمان لیست ایمیل من پر از مشترکانی شد که به خوندن مقالات من علاقه مند بودند. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 2015 قراردادی برای نوشتن یک کتاب امضا کردم. این همون کتابیه که شما در حال شنیدن اون هستید. این کتاب یک دستورالعمل اجرایی برای تمام عمر شماست. من توی این کتاب عادتهایی به شما یاد میدم که کمک میکنه تا پتانسیل خودتون رو بالفعل کنید. هر نکته ای که در این کتاب گفته میشه حاصل بهترین ایده های افراده. من در این کتاب از اصول رفتاری حرف میزنم که در صورت تغییر شرایط هم بتونید از اون استفاده کنید. شاید فکر کنید هیچ راهی وجود نداره که بشه عادتی رو در خودمون ایجاد کرد و اون رو برای همیشه نگه داشت. اما من میگم این اتفاق میافته. چون راه حل اون رو کشف کردم که بتونید در هر موضوعی که میخواید تغییر ایجاد کنید. اجازه بدید با یک داستان جالب شروع کنم. تیم دوچرخه سواری انگلستان در طول 110 سال نتونسته بود حتی یک مدال هم کسب کنه. این برای انگلستان گرون تموم شده بود. چون فروشنده های بزرگ به اونها دوچرخه نمی فروختند که مبادا روی اسم برندشون تأثیر منفی بگذاره. این داستان ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 2003 فرا رسید. شخصی به نام بریلزفورد به عنوان مدیر بریتیش سایکلینگ نهاد حاکم بر دوچرخه سواری انگلستان انتخاب شد. انتخاب او فصل جدیدی از موفقیت رو برای دوچرخ سواری ملی انگلستان رقم زد. او یک استراتژی داشت. اجماع سودهای هاشیه ای که یک سیستم ساده بود. بریلزفورد روی نکاتی توجه کرد که کسی به اونها اهمیت نمیداد. مثلا روی کیفیت دوچرخه ها کار کرد. رنگ اونها رو تغییر داد. برای بهداشت دوچرخ سواران و قوی تر کردن سیستم ایمنی بدن اونها برنامه ای حساب شده طراحی کرد و حتی بالش و تشک دوچرخ سواران رو تغییر داد تا راحت تر بخوابند. پنج سال روی این موارد کار کرد تا به نتیجه رسید. بعد از پنج سال اونها در مسابقات دوچرخه سواری جاده و المپیک 2008 پکن برنده مسابقات شدند. این موفقیت اونها تا امروز هم ادامه پیدا کرد و آخرین مدال خودشون رو در سال 2017 کسب کردند. شاید برای شما هم جای سوال باشه که این همه موفقیت چطور به دست اومد و چرا بهبود بخشیدن به موارد جزئی چنان نتایج عظیمی به بار آورد. یا بهتر بگم چرا عادت های کوچیک باعث ایجاد تفاوت بزرگ میشه همه ما میخوایم برای رسیدن به موفقیت و ایجاد تغییرات در زندگی گام بزرگ برداریم و اصلا اهمیتی به اینکه چقدر اقدامات کوچیک میتونن ارزشمند باشن نمیدیم قافل از اینکه تغییرات کوچیک در بلند مدت بهترین نتایج رو با خود به همراه دارند اگه بتونیم هر روز یک درصد بهتر از دیروز باشیم، در پایان سال وقتی به خودمون میایم که در همه چیز تحول ایجاد کردیم. شاید در لحظه متوجه نشیم که تغییرات کوچیک چقدر اهمیت دارن، اما مطمئن باشید در آینده اثرات اون رو در زندگی خودتون درک میکنید. وقتی میگیم که روزی یک درصد بهتر از دیروز بشیم، یعنی روزی یک درصد از خطاها و عادتهای اشتباه هر روز خودمون کم کنیم و عادتهای درست رو جایگزین اون کنیم تا به عادت اصلی ما تبدیل شن. هر نتیجه ای که شما در آینده به اون می رسید به خاطر فعالیت ها و تلاش های امروزتونه. اگه امروز خوب عمل کنید، آینده براتون چیزهای درخشانی آماده خواهد کرد. عادت های شما میتونن به نفع یا ضررتون ترکیب شن. پس بیایید نگاهی به ترکیب های مثبت و منفی عادت ها بندازید. ترکیب بهرهوری برای اینکه که تو افزایش پیدا کنه باید بتونید در طول روز یک مهارت جدید یاد بگیرید. این مهارت میتونه تغییر یک رفتار کوچیک و ساده باشه. بنابراین بدون اینکه بخواید خودتون رو تحت فشار قرار بدید، بهرهوری شما از این راه افزایش پیدا میکنه. ترکیب دانش به دنبال دانش باشید هر چقدر هم کوچیک باشه اشکالی نداره البته نباید از خودتون انتظار داشته باشید که دانش های کوچک یک شب شما رو نابغه کنه این دانش در طول زندگی شما تأثیر میگذاره و در طولانی مدت باعث تحولات عمیق در شما خواهد شد ترکیب روابط سعی کنید در ارتباطات خودتون مهربان تر باشید و به افراد کمک کنید. این حس به کسانی که با اونها در ارتباط هستید کمک میکنه و باعث میشه در طول زمان دامنه ارتباطات شما گسترش پیدا کنه. ترکیب استرس سعی کنید عواملی که باعث استرستون میشه رو شناسایی کنید. ترافیک، مشکلات خانوادگی، مشکلات فرزندان و غیره و غیره رو در طول زمان شناسایی کنید. و برای رفع هر کدوم از اونها اقدام کنید. این مشکلات عامل استرس هستند و میتونن در بلند مدت بحرانهای روانی زیادی برای شما ایجاد کنند. ترکیب افکار منفی هر فکر منفی که در مورد دیگران داشته باشید، دیگران هم در مورد شما همین تفکرات رو خواهند داشت. هرچقدر افراد رو نادون، مزاحم یا پر استرس قلمداد کنید، این دست از افراد رو دور خودتون جمع می کنید. ترکیب خشونت عصبانیت ها و خشم های کوچیک روی هم جمع شده و به یکی از عوامل آشوب تبدیل می شن. در اوایل کار که در حال شکل دادن به عادت جدید هستید، شاید هیچ تغییری مشاهده نکنید این روند اونقدر ادامه پیدا میکنه که شما به اندازه کافی در انجام اون مداومت کرده باشید. شاید در این راه ناامید شید، اما فراموش نکنید که قدرتمندترین نتایج با صبر کردن ایجاد میشن. شما نباید به این دلیل که در کوتاه مدت تغییری ندیدید تسلیم شید. یک تغییر میتونه سالها طول بکشه و شما باید در این راه صبوری پیشه کنید. انتظار نداشته باشید همه چیز یک شب رخ بده و ناگهان در مقابلتون ظاهر شه. لطفاً به خودتون زمان بدید. همه ما داستان‌ها و نصیحت‌های مختلفی از بزرگان شنیدیم که به ما میگن چطور به خواسته های خودمون برسیم. اما رسیدن به هر موفقیتی فقط از طریق تعیین اهداف و پایبند بودن به اونها امکان پذیره. هر تغییر کوچیکی که من در زندگیم ایجاد کردم مثل شروع بدنسازی، بالا بردن نمرات دانشگاه و غیره و غیره همه تغییر اهداف بودن. البته همیشه همه اونها برآورده نمی شدن. و این به من یاد داد که همیشه نتایج کسب شده ارتباطی به اهداف ندارن بلکه به سیستم مربوط می شن. سیستم ها پروسه یا ای هستند که شما برای رسیدن به اهدافتون از اون استفاده می کنید. راه و روشی که ما برای رسیدن به خواسته های خودمون انتخاب می کنیم ما رو به نتیجه میرسونه. در واقع هر چقدر در انتخاب سیستم خودمون دقت داشته باشیم و حرفه ای تر عمل کنیم بیشتر به نتایجی که به دنبالش هستیم خواهیم رسید. اما اگه سیستمی رو طراحی نکنیم یا اون رو دست کم بگیریم با چند مشکل اساسی روبرو میشیم. یک برنده ها و بازنده ها اهداف یکسانی دارند. هر برنده و بازنده ای دوست داره که به اهداف خودش برسه. یکی موفق میشه و دیگری از نرسیدن به اهدافش سرخورده میشه. اما چیزی که باعث میشه یک بازنده به موفقیت برسه، تغییر در سیستم و روشیه که سالها اون رو تکرار میکرده. مثل همون داستان دوچرخه سواران انگلستانی. اونها مدام بازنده میشدن، تا اینکه سیستمشون رو تغییر دادن و این باعث شد در هر مسابقه ای قهرمان شن. دو دستیابی به یک هدف تنها یک تغییر لحظه است. گاهی اوقات افراد به جای حل مسئله فقط صورت مسئله رو پاک می کنند. مثلا اگه اتاقتون نامرتبه باید اراده کنید و اون رو تمیز کنید. اما چون در سیستم خودتون تغییری ایجاد نکردید دوباره اتاق نامرتب خواهد شد و این روی همه زندگیتون تاثیر میگذاره. اگه فقط به نتایج فکر کنیم نمیتونیم سیستمی اصولی برای خودمون طراحی کنیم. همیشه یادتون باشه نباید مشکلات رو موقتا حل کنید. باید روش زندگی خودتون و روشی که باعث به وجود اومدن یک مشکل شده رو حل کنید تا نتایج تغییر کنند. 3. اهداف جلوی رضایت شما را می گیرند. ما خودمون رو به آینده حواله می کنیم. مثلا فردی به خودش میگه وقتی که تونستم ده کیلو از وزنم رو کم کنم خوشحال میشم. وقتی که تونستم کلی پول در بیارم به آرامش میرسم. ما خودمون رو محدود به اما و اگرها میکنیم و نمیتونیم از مسیر لذت ببریم. وقتی بتونید یک تفکر سیستمی داشته باشید و از راهی که برای رسیدن به خواسته های خودتون انتخاب کردید لذت ببرید، اون وقت میتونید همیشه خوشحال باشید، نه فقط زمانی که به خواسته خودتون رسیدید. چهار اهداف در تضاد با پیشرفت طولانی مدت هستند. برخی از دونده ها سالها تلاش می تا بتونن به راحتی از خط پایان عبور کنند. وقتی که برنده میشن هیچ مسابقه دیگه ای نمیتونه در اونها انگیزه ایجاد کنه تا دوباره به میدون بیان. هدف ما نباید محدود به یک چیز باشه و سیستم طراحی شده هم نباید فقط برای یک چیز کار کنه. در هر بخشی از زندگی باید دائم یک چرخه از اصلاح و بهبود داشته باشیم تا بتونیم همیشه پیشرفت کنیم. راکت موندن دلیلیه که برخی افراد بعد از رسیدن به یک هدف دوباره به عادتهای نادرست قبلی خودشون برمیگردن. در پروسه رسیدن به خواسته و تغییر سیستم باید همیشه فعال باقی بمونید. سیستمی از عادتهای اتمی برخی افراد نمیتونن عادتهای خودشون رو به راحتی تغییر بدن و فکر میکنن مشکل از خودشونه. اما اجازه بدید که خیالتون رو راحت کنم. مشکل از شما نیست. مشکل از سیستمیه که برای تغییر عادتهای خودتون از اون استفاده می کنید. وقتی از عادتهای اتمی می گیم، به تغییرات کوچیک اما تأثیر گذار اشاره می کنیم. درست مثل خود اتم که کوچیک اما بسیار قدرتمنده. آدتهای اتمی باعث میشن که شما به نتایج قابل توجهی برسید. عادت‌های اتمی سازنده زندگی ما هستند و با تغییرات کوچیک نتایج فوق رو را رقم میزنند. نکات کلیدی عادت زندگی ما رو می سازن و اگر هر روز یک درصد در تغییر یک عادت پیشرفت کنیم به نتایج خوبی می رسیم. نتایج تغییرات کوچک شاید در ابتدا مشخص نشه اما به مرور زمان تأثیرات اون رو در زندگی می بینیم. برای رسیدن به نتایج دلخواه باید اهداف مشخصی برای خودتون تعیین کنید. عادتهای اتمی تغییرات کوچکی هستند که در یک سیستم قرار دارند. چگونه عادتها موجب شکل دهی به هویتتان می شوند؟ تغییر عادت همیشه مشکله. به خصوص اگه بخوایم عادتهای بد خودمون رو تغییر بدیم. و عادتهایی مثل ورزش کردن، تفریح یا رژیم غذایی اصولی رو جایگزین اون کنیم. نهایتاً چند روز بتونیم به عادتهای خوب پایبند باشیم. بعد از چند روز دوباره به عادتهای اشتباه خودمون برمیگردیم. ما در تغییر عادتهامون به دو دلیل دچار چالش میشیم. اول که به دنبال تغییر یا حذف عادتهای اشتباه هستیم. و دوم از روش های نادرستی برای تغییر عادت هامون استفاده می کنیم. برای اینکه بتونید در تغییر عادت های خودتون موفق شید، باید نحوه تمرکز کردن خودتون رو تغییر بدید. مثلا به جای تمرکز روی نتیجه، روی شخصیت خودتون تمرکز کنید و ببینید با تغییر عادت دوست دارید به چه شخصیتی تبدیل شید. اون رو تصور کنید. برای اینکه به خواسته خودتون برسید، باید نگاه به خودتون رو تغییر بدید تا بتونید هویت جدیدی برای خودتون ایجاد کنید. فقط رژیم گرفتن و پایبند بودن به پروسه جواب نمیده. باید بتونید خودتون رو به عنوان یک فرد لاغر باور داشته باشید. باید به خودتون و بدنتون افتخار کنید و قدر اون رو بدونید تا بتونید برای بهتر شدن ظاهرتون تلاش کنید. باید باور پشت هر رفتاری رو تغییر بدید. برای لاغری باید باور داشته باشید که خوردن غذاهای ناسالم به سلامتی شما کمک نمیکنه. باور مستقیما روی هویت شما تأثیر میگذاره. وقتی باور داشته باشید، نیازی ندارید مدام خودتون رو قانع کنید که خوردن غذاهای آماده برای بدنتون ضرر داره. شما باور دارید و این کار رو نمی کنید. اما افراد زیادی هستند که به خودشون برچسب های مختلفی میزنن. مثلا دائم میگن ریاضیات من افتضاحه. من همیشه دیر میرسم و صحبت هایی از این دست. اونا دائم به خودشون موضوعی منفی رو تلقین میکنن و به مرور زمان اون رو باور میکنن و جزئی از هویت و شخصیتشون میشه. شما به هر چیزی که باور دارید همسو با اون حرکت میکنید. هر چقدر یک باور در شما قدیمی شه و ریشه به دوانه تغییر اون هم سخت خواهد شد. چاره اینه که شما باید دائم خودتون رو در معرض باورهای جدید و مثبت قرار بدید. باید اعتقادات گذشته خودتون رو ویرایش کنید و اعتقادات جدید رو به نسخه قبلی خودتون اضافه کنید. با این کار توسعه پیدا می کنید و قدم بزرگی برای تغییر برمیدارید. برای تغییر هویت باید یک پروسه دو مرحله ای طی کنید. نگران نباشید. انجام این پروسه ساده است و همه میتونن از پس اون بر بیان. یک انتخاب شخصیت مورد علاقه خودتون و دو اثبات اون به خودتون با پیروزی های کوچک. خوب فکر کنید و ببینید دوست دارید به چه شخصیتی تبدیل شید. اگه تصور این کار براتون سخته به نتایج اون فکر کنید و ببینید دوست دارید به چه نتایجی برسید. اون وقت راحت تر میتونید شخصیت مورد علاقه خودتون رو پیدا کنید. از خودتون مثلا بپرسید چه کسی من رو به فردی خوش اندام تبدیل میکنه و با چه کسی میتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی کنم. وقتی بتونید شخصیت مورد نظر خودتون رو پیدا کنید، میتونید برای تقویت و تغییر هویتتون هم قدم بردارید. حالا باید سعی کنید به پیروزی های کوچک برسید. مثلا اگه میخواید وزن کم کنید و به یک فرد سالم تبدیل شید، از خودتون بپرسید. آیا یک فرد سالم برای رفتن به محل کار خودش پیاده میره یا تاکسی میگیره؟ آیا یک فرد سالم فسفود میخوره یا برای تهیه غذا در منزل وقت صرف کنه و مواد غذایی ارگانیک استفاده میکنه؟ با این پرسش ها شما به این باور می رسید که برای رسیدن به شخصیت مورد نظرتون باید مثل اون عمل کنید. پیروزی های کوچک به شما اثبات می کنه که در مسیر درستی قرار دارید. شما قدرت اختیار و انتخاب دارید. اگه بخواید میتونید هویتی جدید انتخاب کنید و عادتهایی رو برای رسیدن به اون انجام بدید و در خودتون تقویت کنید. اما هدف این نیست که فقط کارهای خوب و مثبت انجام بدید. هدف اینه به شخص دیگری تبدیل شید که همیشه عادتهای خوب داره. عادتهای شما اهمیت دارن چرا که به شما کمک میکنن تا به شخصیت مورد علاقه خودتون دست پیدا کنید. نکات کلیدی بهترین راه برای تغییر عادت تغییر شخصیت باید دائم باورها و اعتقادات خودتون رو ویرایش کنید عادتها قدرت این رو دارن که باورهای اشتباهتون رو اصلاح کنید و به شخصیت بهتری که همیشه دنبالش بودید برسید چگونه با چهار قدم ساده عادتهای بهتری بسازیم؟ ادوارد تراندیک یک آزمایش ساده روی گربه ها انجام داد. او یک جعبه ساخت که به یک اهرم متصل بود. بیرون جعبه غذایی گذاشته شده بود و گربه ها برای دستیابی به غذا باید اهرم رو فشار میدادند. اوایل قرار گرفتن درون جعبه برای گربه ها ناخوشایند بود چون راه خروج رو نمیدونستند. اما به مرور زمان گربه ها فهمیدن که راه رسیدن به غذا فشار دادن اهرمه. سرعت اونها در حین انجام این کار بالا رفت و آخرین گربه های درون جعبه با سرعت بیشتری از جعبه خارج شدن. توراندیک از این آزمایش به یک نتیجه رسید. اینکه وقتی نتایج شیرین و لذت بخش باشن، رفتارها تکرار میشن. غذا برای گربه ها لذت بخش بود و اونها برای رسیدن به اون تلاش کردند و رفتار خودشون رو تکرار کردند. عادتهای ما با تکرار کردن به صورت خودکار در ذهنمون حک میشن. در راه کسب عادتهای جدید هم ممکن آزمون و خطا وجود داشته باشه. مثلا وقتی که گربه ها در تلاش بودند تا راه خروج رو پیدا کنن، مدام به اطراف جعبه برخورد میکردن. در این زمان برای مغز سوال پیش میاد که چگونه اون رو انجام بدم. هر بار که تلاش کنید تا به راه حل جدیدی برسید، مغز شما اطلاعات جدید رو دریافت و ثبت کنه. در این بین هم ممکنه دچار استرس و نگرانی شید. اما بعد از تلاش‌هایی که انجام دادید، در نهایت پاداش خوبی نصیبتون میشه. در مثال گربه، پاداش اونها یک ظرف غذای خوشمزه بود. برای شما پاداش میتونه همون نتیجه‌ای باشه که مدتها دنبالش بودید. در زندگی هم باید بتونید عادتهای درستی برای خودتون تنظیم کنید. با این کار پایه و اساس زندگی رو تحت کنترل می گیرید و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری می کنید. روند شکلگیری عادتها در زندگی ما به چهار قدم اساسی تقسیم میشن: سرنخ، تمایل، پاسخ و پاداش. سرنخ در زندگی ما مثل یک تلنگر عمل می کنن. و شما رو وادار می کنن تا اقدامی انجام بدید. تمایل مثل یک نیروی انگیزشی عمل می کنه که اگر انگیزه ای وجود نداشته باشه هیچ کاری صورت نمی گیره. پاسخ هم همون عادتیه که شما اون رو اجرا می کنید تا به خواسته خودتون برسید و وقتی همه این مراحل رو طی کردید به پاداش می رسید. پاداش همون نتایجیه که در ذهنتون به دنبال اون بودید. این پروسه چهار مرحله ای یک شبه ایجاد نمیشه و یک شبه هم از بین نمیره. با شما هست و در هر لحظه از زندگی شما وجود داره. این فرایند رو میشه این گونه تعریف کرد. یک سر نخ اون رو آشکار کنید. دو تمایل اون رو جذب کنید. سه پاسخ اون رو ساده کنید. و چهار پاداش اون رو رضایت بخش کنید نکات کلیدی عادتها در اثر تکرار در ذهن شما نهادی نمیشن هدف هر عادتی حل مسائل مختلف زندگیه هر عادتی چهار پروسه داره یعنی سرنخ، تمایل، پاسخ و پاداش زکی داد هلپ مسیر و سوی زندگی جدید خانم پرستاری به یک میهمانی دعوت شد. در اون میهمانی پدر شوهر خودش رو دید و بلا فاصله به او گفت که خوب به نظر نمیرسه. اما پدر شوهرش قبول نکرد که حالش مناسب نیست. عروسش اصرار کرد که باید همین حالا میهمانی رو ترک کنه و به بیمارستان بره. این کار انجام شد و فرد در بیمارستان تحت عمل قلبی قرار گرفت. وقتی قلب شما دچار نارسایی میشه بدن روی خون رسانی به ارگانهای حیاتی تمرکز میکنه به همین دلیل رنگ چهره شما از حالت عادی خارج میشه خانم پرستار به خاطر سالها تجربه با دیدن صورت یک فرد میتونست تشخیص بده که مشکلی وجود داره این قدرت تشخیص در سایر مشاغل هم وجود داره اما چه چیزی باعث میشه تا افراد به این سطح از مهارت برسن؟ مغز انسان از قدرت و پیچیدگی های عجیبی برخورداره که توانایی پیشبینی به او میده. مغز با دیدن سرنخها شروع به تجزیه و تحلیل داده ها می کنه و بعد از دستبندی اطلاعات نتیجه رو به شما گزارش میده. عادتهایی که زمان زیادی از اونها میگذرن به صورت خودکار خودشون رو در جریان زندگی نشون میدن. گاهی حتی به سرنخ هم نیازی ندارن. اونا در وجود ما نهادینه شدن و در فرصت مناسب خودشون رو نشون میدن. البته همه این عادت ها مثل داستان خانم پرستار مفید نیستن. گاهی اوقات عادات نامناسبی هستند که باعث آزار دیگران میشن. قبل از ساخت هر عادت جدیدی باید بتونیم روی عادت های کهنه خودمون کار کنیم. وقتی عادتی به صورت عمیق در شما ریشه دوونده باشه به صورت ناخودآگاه خودش رو نشون میده و شما اصلا متوجه این عادت نمیشید برای شکل گیری عادات جدید در خودمون باید ناخودآگاهمون رو خداگاه کنیم معمولا اکثر رفتارهای ما به صورت خودکار انجام میشه و هرچقدر یک کار رو بیشتر انجام بدیم بیشتر برامون عادی میشه و دیگه نسبت به جزئیات اون اهمیتی قائل نمیشیم. برای تغییر عادات باید آگاهی خودمون رو نسبت به کارهایی که انجام میدیم بالا ببریم. کارت امتیاز عادت هم به همین منظور طراحی شدن. برای ساخت کارت امتیاز عادت یک فهرست تهیه کنید و عادت روزمره خودتون رو بنویسید. مثلا بیدار شدن، مسواک زدن، غذا خوردن و غیره و غیره. در مقابل هر عادت خوب یک علامت مثبت و در مقابل عادت های بد یک علامت منفی بگذارید. برخی از عادت ها هم مثل بیدار شدن خونسا هستند. پس در مقابل اون علامت مساوی قرار بدید. برای دونستن اینکه چه عاداتی برای شما خوب و چه عاداتی برای شما بده، باید اونها رو شناسایی کنید. کارت امتیاز همینه که به تکرار عادت های خوب ادامه بدید. چون نتایج خوبی دارند و سعی کنید عادتهای منفی رو کنار بگذارید چون به نفع شما نیستند. نکات کلیدی وقتی کاری رو مدام تکرار می کنید مغز به صورت خودکار اون رو انجام میده. تغییر رفتار و عادات با آگاهی صورت می گیره و برای این کار شما باید روی زمیر ناخودآگاهتون کنترل داشته باشید. و کارت امتیاز به شما کمک میکنه تا نسبت به عادتهای خودتون به شناخت کافی برسید. برای ایجاد عادت جدید باید برای خودتون مقاصدی تعیین کنید و زمان مشخصی برای اونها در نظر بگیرید. تحقیقات نشون داده افرادی که مقاصد اجرایی تعیین میکنن و نحوه رسیدن به اونها رو در یک بازه زمانی خاص مشخص میکنن، ذهن خودشون رو از هاشی دور میکنن. با تعیین دقیق اینکه چی میخواید دیگه به هر درخواستی به راحتی پاسخ مثبت نمیدید چون میدونید این درخواست ها در مسیر شما قرار ندارن یک برنامه خیلی ساده برای نوسازی عادت هاتون وجود داره که با شما در میون میگذارم برای اینکه بتونید یک عادت جدید در خودتون ایجاد کنید باید بتونید عادت های قبلی رو به خوبی شناسایی کنید بعد به مرور زمان رفتارها یا های جدید رو در میون اونها قرار بدید. به این عمل زنجیر سازی ها میگن. شما به جای اینکه کلی وقت صرف کنید و برای یک عادت جدید زمان بگذارید، به راحتی اون رو در میون عادتهای قدیمی خودتون قرار میدید. مثلا اگه هر روز قهوه میخورید، یک عادت جدید رو به روند قهوه خوردن خودتون اضافه کنید. بگید من بعد از نوشیدن یک فنجان قهوه داغ یک دقیقه مدیتیشن انجام میدم. با این روند میتونید به هر عادت قبلی خودتون عادات جدید اضافه کنید. البته عاداتی رو انتخاب کنید که قابل انجام باشن. نکات کلیدی برای تغییر رفتار و عادتها، آدتهای قبلی خودتون رو شناسایی کنید. عادت‌های جدید رو در دل عادتهای قبلی قرار بدید و اون رو به هم پیوند بزنید. برای عادتهای جدید زمان مشخصی تعیین کنید. برای یافتن انگیزه غالبا محیط اهمیت بیشتری دارد. نقش محیط در انگیزه و شکل دهی به عادتها رو دست کم نگیرید. به محیط اطراف خودتون سرنخهای بیشتری بدید. برای اینکه بتونید میزان سرنخهای مثبت در زندگی خودتون رو بیشتر کنید، باید محیط اطراف رو تغییر بدید. مثلا ممکنه یک فرد سیگاری در ماشین یا در زمانهایی که استرس داره سیگار بیشتری بکشه. اما شما میتونید با تغییر مکانی که در اون زندگی یا کار میکنید سرنخهای منفی رو تبدیل به سرنخهای مثبت کنید. ما معمولا عادت هامون رو به موقعیت هایی که در اون قرار می گیریم نسبت میدیم. مثلا با اینکه میدونیم نوشیدنی های الکلی بد هستند اما وقتی در یک میهمانی و در حضور دوستان قرار میگیریم دو برابر زمانی که تنها هستیم می نوشیم و این رو به محیط نسبت میدیم. اما قسمت خوب ماجرا اینه که شما میتونید یک عادت جدید رو با یک محیط خاص پیوند بزنید. مثلا دکترها به افرادی که بیخوابی دارند توصیه می از اتاق خواب فقط برای خوابیدن استفاده کنند و وقتی خسته و خوابالود هستند به رخت خواب برن. این کار این فکر رو در ذهن اونها شکل میده که چارچوب اتاق خواب برابر با خوابیدن. عادتهای اشتباه و رفتارهای نادرست رو با تغییر رفتار عوض کنید. مثلا با اینکه میدونید تغذیه اصولی برای سلامتی مهمه اما همیشه از یک سوپرمارکت خرید می کنید و معمولا هم چیزایی می خرید که براتون خوب نیستن. حالا سوپرمارکت رو تغییر بدید. این کار مغز رو به چالش می کشه و توجه شما به مواد غذایی تازه جلب میشه که قبلا به اون اهمیت نمیدادید. برای آموزش عادت جدید و سایل خونتون رو به سر نخ تبدیل کنید. مثلا از یک صندلی به عنوان صندلی مطالعه از یک کاناپه برای نوشیدن قهوه و از یک میز برای خوردن غذا استفاده کنید. برای شکل دهی به عادتهای جدید هر چیزی رو با هم قاطی نکنید. هر چیزی باید سر جای خودش قرار بگیره. مثلا به بهانه تغییر عادت غذای خودتون رو توی اتاق خواب نخورید یا از صندلی مطالعه برای خوابیدن استفاده نکنید. اینگونه هر چارچوبی با یک عادت مخصوصی هماهنگ خواهد شد. نکات کلیدی تغییرات کوچک در یک چارچوب مشخص باعث تغییرات بزرگ در رفتارتون خواهد شد. برای تغییر عادت، چارچوب های تازه ای رو در نظر بگیرید. اگر ساخت عادت جدید براتون سخته، از تغییر محیط استفاده کنید و عادت جدید رو در محیط جدید به وجود بیارید. در روزهای پایانی جنگ ویتنام بود که مقامات متوجه شدند اکثر سربازان به هروئین اعتیاد پیدا کردند. اونا تصمیم گرفتن تا ستادی تشکیل بدن که بعد از مراجعت اونها به خونه این مشکل رو حل کنن. اما نکته جالب توجه این بود که این افراد وقتی به خونه برگشتن بدون اینکه تحت درمان قرار بگیرن هروئین رو ترک کردند. این نشون میده که در ویتنام سربازان با سرنخهای مختلفی روبرو میشدن که اونها رو وسوسه میکرد تا همراه بقیه سربازان هروئین مصرف کنند. اما با ترک محیط و هزاران کیلومتر دور شدن از اون محل این محرک ها از بین رفت و 90 درصد این افراد به زندگی عادی و بدون هروئین بازگشتند. محققان ثابت کردند افرادی که روی خودشون کنترل دارن وقت کمتری برای موقعیت های وسوسه کننده میگذارن اما افرادی که نمیتونن روی خودشون کنترلی داشته باشن تحت تاثیر محرک های بیرونی به سرعت وسوسه میشن و دوباره عادت خودشون رو تکرار میکنن پس یکی از راه هایی که به شما کمک میکنه تا عادت بد خودتون رو ترک کنید اینه که کمتر در معرض سرنخهای اون در محیط قرار بگیرید. مثلا اگه در اتاق خوابتون زمان زیادی تلویزیون تماشا میکنید، تلویزیون رو از اتاق بیرون ببرید. اگه در مورد خودتون احساس خوبی ندارید، صفحات افرادی که باعث افزایش حسادت میشن رو دنبال نکنید. انجام این کارها خیلی آسونتر از اینه که وقت بسیاری بگذارید تا هر کاری رو درست انجام بدید. به راحتی با کمک تغییر محیط و بهسازی اون میتونید سرنخهایی که باعث تکرار یک رفتار میشه رو از خودتون دور و مخفی کنید. نکات کلیدی سرنخهای منفی رو از خودتون دور کنید. کمتر خودتون رو در معرض سرنخهای محرک قرار بدید. راز کنترل شخصی کنترل روی محیط که میتونه در بلند مدت هم تأثیر گذار باشه. در واقع این که بتونیم مقاومت عادت هامون رو کاهش بدیم اصلا راحت نیست. وقتی در مقابل تغییر عادت هامون مقاومت میکنیم به دلیل طمعی که در مغزمون وجود داره. مثلا وقتی میدونیم غذا به اندازه کافی داریم مدام هوس میکنیم چیزی بخوریم. در حالی که نه گرسنه هستیم و نه مشکلی داریم. اما طوری رفتار می کنیم که انگار از کمبود غذا رنج می بریم. دلیل این مقاومت به تغییر وجود محرک هایی که ذاتن برای ما جذاب هستند و جامعه و رسانه اونها رو با اقراق زیادی برامون به نمایش می گذارن. همین عامل باعث میشه بدون اینکه نیازی داشته باشیم بیش از حد خرید کنیم. به انواع خوراکی های رنگارنگ معتاد بشیم و به سمت عادت بریم که شاید اصلا نیازی به اونها نداشته باشیم. به همین دلیل برای تغییر عادت باید از تکنیک جذاب استفاده کنیم. همونطور که تبلیغات ما رو جادو میکنه و باعث ایجاد عادات و رفتارهای خاص در ما میشه برای ایجاد عادات جدید و شکست مقاومت میتونیم از جذابیت و قدرت اقوا کنندگی برای شکستن مقاومت استفاده کنیم دانشمندان میتونن وسوسه رو از طریق دوپامین اندازه گیری کنن محققان موشها رو مورد آزمایش قرار دادن و دوپامین رو در مغز اونها مسدود کردند. مدتی بعد موشها دیگه تمایلی برای زندگی کردن نداشتن و به خاطر گرسنگی و تشنگی مردن. از طرف دیگه دانشمند دیگری نمونه این آزمایش رو به شکل دیگری انجام داد. بعد از مسدود کردن دوپامین در مغز موشها، یکی از محققین یک حب قند در دهان یک موش گذاشت. به طور باور نکردنی موش جون گرفت و از خوردن قند لذت برد. در مورد انسان ها هم همین طوره. افراد معتاد با دیدن مواد مخدر تمایل غیرقابل وصفی پیدا می کنن. اما در حین استفاده از شدت اون کم میشه. هر زمانی که پاداش بهتری در انتظار شما باشه، دوپامین شما هم افزایش پیدا میکنه و هر زمان دوپامین افزایش پیدا کنه، انگیزه شما هم برای عمل کردن بیشتر میشه. هر رفتاری که اعتیاد بیشتری برای افراد داره، دوپامین بیشتری هم داره. مثل غذاهای ناسالم اما خوشمزه، انجام بیوقفه بازی های ویدیویی و گشت و گذار در اینترنت. ما قسمتی در مغز داریم که کارش وسوسه کردن شماست. پس برای اینکه عاداتی رو در خودتون شکل بدید اون رو به قدری جذاب کنید که وقتی به اون فکر می کنید یا در مقابلتون قرار می گیره وسوسه شید که به طرفش برید. مثل وقتی که یک فرد در رژیم غذایی تا لاغر اما سراغ عکس های غذا و شیرینی میره و تحریک میشه که به سمت اونها بره و در نهایت هم رژیمش رو میشکنه. چه کاری رو بیشتر از همه دوست دارید انجام بدید؟ اگه شما میخواید یک رفتار رو در خودتون ایجاد کنید و به اون پای بند بمونید باید بتونید اون رو با یکی از کارهای مورد علاقتون پیوند بزنید. به این ترتیب عادت جدید جذابتر خواهد شد. مثلا اگه می‌خواید ورزش کنید و از طرفی دوست دارید اخبار رو دنبال کنید، میتونید هین انجام ترد میل با موبایلتون اخبار رو دنبال کنید. جمعبندی خواسته خودتون رو با استراتژی زنجیر سازی ترکیب کنید. مثلا پس از انجام عادات همیشگی، عادات مورد نیاز رو انجام بدید و بعد از انجام عادات مورد نیاز، عادات دلخواه رو انجام بدید. نکات کلیدی عادتهای خودتون رو مانند تبلیغات جذاب کنید. هرچقدر عادتها و فرصتهای خوب رو جذاب کنید، اون رو راحت تر جذب می کنید. هرچقدر پاداشی که می خواید رو جذاب تر کنید، دوپامین بیشتری دریافت می کنید. خواسته های خودتون رو جمع بندی کنید تا انگیزه اجرای یک عادت تازه در شما پایدار بمونه. این کار عادت هاتون رو هم جذب کنه. مازلو یک مرد مجارستانی بود که باور داشت همه چیز تحت تأثیر یک آموزش درسته و استعداد جایگاهی در موفقیت افراد نداره. مازلو اعتقاد داشت آموزش درست میتونه یک کودک رو به نابغه تبدیل کنه. او سه دختر خودش رو مورد آزمایش قرار داد و از کودکی به اونها به صورت حرفه‌ای شطرنج رو آموخت. مهارت اونها به قدری زیاد بود که میتونستن به راحتی بزرگترها رو در بازی شکست بدن. اونا بزرگ شدن و تونستن جزء برترین زنان شطرنج باز دنیا بشن. شطرنج برای اونها همه چیز بود و بالاتر از هر چیز دیگری قرار داشت و همین عامل موفقیتشون بود. ما عادت هامون رو تکرار میکنیم و همون کاری رو انجام میدیم که خانواده، دوستان، مدرسه و غیره یاد دادن. هر کدوم از ما در جوامع مختلفی زندگی می کنیم و این باعث میشه تا انتظارات و استانداردهای متفاوتی رو تجربه کنیم. در بسیاری از مواقع شما بدون اینکه به این موارد توجه داشته باشید از اون پیروی می کنید و اصلا در مورد درست و یا غلط بودن اونها فکر نمی کنید. نزدیکان، اکثریت و قدرتمندان معمولا گروه های شاخصی هستند که ما عادتهای خودمون رو از روی اونها تقلید می کنیم. یک تقلید از نزدیکان ما معمولا از رفتار افراد پیرامونمون تقلید می کنیم. مثلا اگه کسی از نزدیکان ما قبل از خواب دو بار در رو چک کنه، شما همون کار رو انجام میدید. بهترین کار برای تغییر رفتار و شکل دهی عادات جدید اینه که با افرادی نشست و برخواست کنید که رفتارهای مطلوب و مناسب داشته باشند. مثلا اگه به دنبال تناسب و اندام هستید با افرادی نشست و برخواست کنید که اندام مناسبی دارند. دو تقلید از اکثریت معمولا زمانی که نمیدونیم باید چه کاری انجام بدیم از یک گروه بزرگ تقلید می کنیم. ما محیط اطراف خودمون رو به طور دقیق زیر نظر می گیریم و اون رو تحلیل و بررسی می کنیم. شاید این بررسی کردنها در مواردی به نفعمون باشه اما یک نقطه ضعف بزرگ در دل خودش پنهان داره. ممکن رفتار و عادت شما بهتر از گروهی باشه که مد نظر قرار دادید. معمولا تغییر عادت در یک گروه اکثریت سخته. اما اگه برای شما نفعی داشته باشه، در اون صورت تغییر عادت جذابه. 3. تقلید از قدرتمندها قدرت در انسان نهفته است و همه دوست دارن قدرتمند باشن تا بتونن به منابع زیادی دسترسی پیدا کنند. ما دوست داریم مورد احترام دیگران قرار بگیریم. میخواییم تبدیل به یک ورزشکار قوی یا موسیقیدان حرفه شیم که همه به ما احترام میگذارن. به همین دلیل از افراد قدرتمند تقلید میکنیم و به همین دلیل اگر رفتاری برای ما احترام و ارزش به همراه بیاره راحتتر اون رو جذب میکنیم. نکات کلیدی در دنیا فرهنگ های مختلفی وجود داره و این فرهنگ ها برای ما تعیین می کنن چه چیزی جذابه و باید به دنبال چه چیزی بریم. ما رفتارهایی رو تقلید می کنیم که برامون ارزش و اهمیت به همراه میارن. ما از سه گروه بزرگ تقلید می کنیم. نزدیکان، اکثریت و قدرتمندان. بهترین راه برای ایجاد تغییرات در درون خودمون اینه که گروه هایی که میخوایم از اونها تقلید کنیم بهترین رفتارها رو داشته باشن. چگونه علل عادتهای بد را شناسایی و اصلاح کنید؟ زمانی به پیشنهاد یکی از دوستانم به نام اریک به استانبول سفر کردم. او منو به یک میهمانی دعوت کرد. در اون جمع تنها کسی که هرگز لب به سیگار نزده بود من بودم. از یکی از افراد سیگاری پرسیدم چه چیزی باعث شد که سیگاری شه؟ خیلی راحت پاسخ داد دوستان. البته اریک هم سیگاری بود اما به گفته خودش بعد از مطالعه کتاب آلنکار به نام ترک سیگار به آسان ترین روش تونسته اون رو ترک کنه. من هرگز این کتاب رو نخونده بودم اما ترقیب به مطالعه اون شدم. نویسنده در جای جای کتاب هر سر نخی که باعث شده تا فردی سیگاری شر رو ذکر میکنه. مثلا میگه شما سیگار میکشید چون فکر میکنید اعصابتون رو آروم میکنه. اینقدر به این کار ادامه میده که فرد باور میکنه سیگار کشیدن کار احمقانه ایه. در پایان کتاب هم به شما میگه که با ارزش هستید و اگه سیگار رو ترک کنید همه چیز به دست میارید. نویسنده از تکنیک اصل غیر جذاب برای ترک سیگار استفاده کرده. او سیگار رو برای خواننده های سیگاری خودش غیر جذاب کرد و اکثر اونها مثل اریک تونستن سیگار رو ترک کنن. پشت هر کاری که انجام میدیم یک انگیزه قوی نهفته. تعدادی از انگیزه های ما اساسی نیستن اما تعدادی از اونها برای بقا لازم و ضروری هستن. ذهن ما همون ذهن انسانهای نخستینه که انگیزه داشت تا زندگی کنه، تولید مثل انجام بده و برای بقا بجنگه. حالا این نیازها شکل مدرن‌تری به خودش گرفته، اما اصل اون یعنی وسوسه همچنان باقی مونده. البته در این بین هم افراد به روش مختلفی به وسوسه خودشون پاسخ میدن. برخی برای رهایی از استرس سیگار میکشند. و عده هم به جای سیگار کشیدن ورزش می کنن. وقتی در تنگنا قرار می گیریم و یک راه حل پیدا می کنیم برای همیشه اون رو انجام میدیم. مثل کسی که برای آرامش سیگار میکشه یا ورزش میکنه. هر رفتاری که انجام میدیم به تفسیر ما از وقایع برمیگرده. ممکنه سر نخ‌ها یکسان باشن اما برداشت شما و اقدامی که انجام میدید می تونه خوب یا بد باشه. هر وسوسه ای در شما تمایلات مختلفی رو ایجاد میکنه و همین مورد تعیین میکنه که در آینده در چه جایگاهی قرار خواهید گرفت. هر تمایلی که دارید تلاشی برای رشد انگیزه های شما. هر وقت یک نیاز خودتون رو از طریق یک عادت و رفتاری برآورده کردید، این وسوسه در شما رشد میکنه و باز همون کار رو تکرار میکنید. وقتی که عادتهای خودتون رو مثبت تلقی میکنید، براتون جذاب میشن. همه چیز به ذهنیت ما برمیگرده. مثلا یک روز کاری رو در ذهن خودمون خسته کننده و از روی اجبار تصور میکنیم. اما چه اتفاقی میافته اگه بتونیم نگاه اجباری رو از روی اون برداریم و فقط کارمون رو انجام بدیم؟ مثلا به جای گفتن این جمله که من باید سر کار برم و با مشتریای زیادی تماس بگیرم بگید من سر کار میرم و با مشتری های زیادی تماس میگیرم. برداشتن کلمه باید اون احساس مجبور کننده رو از شما دور میکنه. از این طریق میتونید عادت دشوار رو برای خودتون جذاب کنید و تجربیات مثبتی در زندگی خودتون بسازید. در اینجا چند راهکار ساده برای توسعه مهارت و تبدیل عادات بد به عادات خوب و جذابتر کردن اونها رو به شما توضیح میدم. ورزش کردن ورزش کنید اما با به کار بردن کلمات نادرست اون رو برای خودتون سخت نکنید به جای اینکه بگید من باید روزی یک ساعت بدوم بگید من باید استقامت بدنم رو افزایش بدم امور مالی شاید پس انداز کردن برای شما خیلی سخت باشه اما به خودتون نگید من باید یا مجبورم هر ماه پس انداز کنم بگید اگه این ماه پس انداز کنم میتونم ماه بعدی چیزی که میخوام رو بخرم. وحشت های پیش از وقوع خیلی افراد در شرایطی قرار میگیرن که باید سخنرانی کنن یا در مسابقه ای شرکت کنن. اونا معمولا دچار ترس و وحشت میشن و دائما به خودشون میگن که من مضطربم. بیایید به جای این جمله با این حجم از بار منفی بگید من هیجان زدم و این به من کمک میکنه که تمرکز کنم. نکات کلیدی برای تغییر عادتهای خودتون اونها رو غیر جذاب کنید. هر رفتاری که ما از خودمون بروز میدیم به دلیل انگیزه و وسوسه درونی مونه. از کلمات برای تغییر وضعیت به نفع خودتون استفاده کنید. ذهنیت خودتون رو نسبت به مسائل مختلف تغییر بدید تا بتونید از عادتهای بد دوری کنید. آرام جلو بروید، اما هیچگاه به عقب بر نگردید. ما خودمون رو محدود بهترین ها می کنیم. می هر کاری رو از بهترین روش اون انجام بدیم. اما وقتی به خودمون میایم میبینیم که هیچ کاری انجام ندادیم. به جرأت میشه گفت گاهی بهترین بودن به بدترین دشمن شما تبدیل میشه. بین حرکت کردن و عمل کردن تفاوت زیادی وجود داره. وقتی به دنبال یافتن بهترین ایده ها هستید، فقط حرکت کردید. اما وقتی بخواید یکی از اونها رو اجرا کنید، اون وقته که عمل کردید. منظوری نیست که حرکت کردن به درد شما نمیخوره. خیلی لازمه. اما تا وقتی عمل نکنید هیچ نتیجه ای به دست نمیارید. به طور کلی ما تمایل بیشتری به حرکت کردن داریم اما از شکست خوردن میترسیم. میدونیم که وقتی عمل کنیم احتمال شکست وجود داره ولی در مرحله حرکت کردن شکست هر چقدر هم باشه نمی تونه به ما آسیبی بزنه چون در حال آزمون و خطا هستیم و همین دلیل در برنامه تغییر عادت نباید فقط برنامه ریزی کنیم. تغییر وقتی اتفاق میفته که اقدامی انجام بدیم. یک عادت فقط از طریق تکرار کردن در ذهن و رفتار شما نهادی نمیشه. هرچقدر بتونید یک رفتار رو بیشتر تکرار کنید، وارد عمل نیرومندسازی طولانی مدت میشید. با تکرار در مغز ما راههایی به وجود میاد که به مرور زمان یک رفتار رو ناخودآگاهانه انجام میدیم. مثلا ممکنه یادگیری زبان خارجی سخت باشه چون ذهن باید مسیرهای تازه ای رو طی کنه اما هر چقدر که زمان بگذره کم کم اون رو فرا میگیریم چیزی که باعث میشه شما آسونتر یک عادت رو یاد بگیرید تکرار اونه نمیشه محدودیت زمانی خاصی رو برای عادت مشخص کرد مثلا میتونید سی بار یا صد بار یک عادت رو در مدت سی روز انجام بدید تا ذهن شما به اون رفتار جدید عادت کنه یک رفتار رو برای خودتون ساده کنید تا بتونید راحتتر بارها و بارها تکرارش کنید نکات کلیدی با ساده کردن رفتارها میتونید اونها رو راحتتر تکرار کنید برای اینکه عاداتی رو شکل بدید باید در کنار تمرین اقدام عملی هم صورت بدید نمیشه مدت زمان مشخصی رو برای شکلدهی به یک عادت تعیین کرد. هر رفتاری هر چقدر بیشتر تکرار شه به عادتی دائمی در شما تبدیل خواهد شد. زکی داد هلپ مسیر و سوی زندگی جدید. قانون کمترین تلاش میگه اگه افراد بین چند گزینه قرار بگیرن، گزینه‌ای رو انتخاب میکنن که کمترین تلاش رو به دنبال داشته باشه. ما در بین تمام گزینه هایی که در طول زندگی در مقابلمون قرار میگیره موردی رو انتخاب می کنیم که هم ارزش ما رو بالا ببره و هم با کمترین تلاش بتونیم به اون دست پیدا کنیم. این در مورد عادت هم صدق میکنه. اگر رفتاری که میخوایم انتخاب کنیم و به یک عادت در خودمون تبدیل کنیم انرژی زیادی نیاز داشته باشه معمولا احتمال انجامش پایین میاد. به همین دلیل به سمت قانون کمترین تلاش کشیده میشیم. تنها راهی که بتونیم رفتاری رو مدام تکرار کنیم و اون رو مثل یک مانع برای هدفمون در نظر نگیریم ساده کردن اونه. وقتی اونها رو تبدیل به ساده ترین شکل ممکن کنید، راحتتر وارد مرحله اقدام میشید و هر شرایطی داشته باشید اون رو انجام میدید. برای راه دادن یک عادت در زندگی به تلاش نیاز دارید. برای آسونتر کردن این کار روی محیط کار کنید. محیط اطراف خودتون رو طوری تغییر بدید که به هر طرف نگاه میکنید شما رو یاد عادت تازهتون بندازه. مثلا اگه خواید به باشگاه برید چقدر خوبه که باشگاهی انتخاب کنید که نزدیک محل کارتون باشه. به این صورت میتونید بعد از ساعت کاری برای ورزش به باشگاه برید. در این بین سعی کنید هماهنگی خودتون با محیط رو افزایش بدید. اگر رژیم غذایی دارید نباید برای صرف شام به دور همیهای شلوغ برید. حقیقتا رعایت رژیم در اون شرایط سخته. بنابراین سعی کنید تا جایی که میتونید روی موانع پیش روی خودتون کار کنید و اونها رو کاهش بدید. برای اینکه بتونید محیط رو به بهترین شکل آماده کنید، باید بتونید از قبل شرایط رو مهیا کنید. مثلا پد یوگا، بطری آب و وسایل مورد نیاز اون رو در محل مناسب برای ورزش قرار بدید. حالا هر چقدر که دوست دارید میتونید عادات جدید رو در لیست مورد علاقه خودتون قرار بدید. با کمک محیط و آماده سازی اون میتونید راه دستیابی و بهره برداری از عادات رو ساده تر کنید. نکات کلیدی افراد به قانون کمترین تلاش پایبند هستند. هستن. محیط خودتون رو طوری طراحی کنید که در هر جایی سرنخهایی برای اجرای عادات جدیدتون وجود داشته باشه. راه رسیدن به عادتهای تازه را هموار کنید و هر مانعی را از سر راه بردارید. قانون دو دقیقه ای برای کاهش اطلاف وقت درصد بالایی از اقداماتی که در طول روز انجام میدیم از روی عادت هاست. اونا مسیر زندگی ما رو شکل میدن. ممکنه انجام یک کار فقط چند ثانیه طول بکشه اما همین اقدام چند ثانیه ای که از روی عادت روی ثانیه ها و ساعت های بعدی شما هم تأثیر میگذاره به همین دلیل برامون انجام یک کار تکراری راحت تر از اینه که یک عادت جدید رو به لیست عادت های قبلی اضافه کنیم این یک حقیقته که انتخاب اول شما سایر گزینه‌های پیش روتون رو هم تحت تأثیر قرار میده قانون دو دقیقه ای به ما کمک میکنه تا جلوی گرایشات احتمالی و اضافی خودمون رو بگیریم. این قانون به ما میگه هنگامی که میخوایم یک عادت جدید رو شروع کنیم، عادتی رو انتخاب کنیم که کمتر از دو دقیقه وقت بگیره. مثلا به جای اینکه خودتون رو مجبور کنید هر روز یک کتاب کامل بخونید، اون رو تغییر بدید و تبدیل به یک صفحه کتاب کنید. مثلا اگه میخواید هر روز یک ساعت ورزش کنید، میتونید اون رو به ده دقیقه کاهش بدید. این کار یعنی ساده تر کردن عادتهای انتخابی از طرف شما. مغز با هر چیز پیچیده‌ای که برخورد می‌کنه از انجام دادن و یاد گرفتن اون تفره میره. پس چه خوب اگه بتونیم هر چیزی رو از حالت پیچیده خارج کنیم و به راحتی در مرحله عمل قدم بگذاریم. ساده تر کردن عادتها بر اساس قانون دو دقیقه ای یک استراتژی قدرتمند برای ایجاد یک عادت جدید در زندگیه. حتی اگه شروع یک عادت جدید برای شما خیلی سخت باشه این کار کمک میکنه تا حداقل یک گام اساسی رو برداشته باشید مثلا اگر انجام کاری براتون سخته اون رو به مدت دو دقیقه انجام بدید و بعد متوقف کنید مهم اینه که از روی اجبار انجام ندید تا بتونید برای چندمین بار رفتاری رو که دوست دارید به عادتتون تبدیل ش رو تکرار کنید میتونید از این مثال برای ورزش کردن استفاده کنید. در مرحله اول لباس ورزشی خودتون رو بپوشید. در مرحله دوم از خونه بیرون برید و سعی کنید پیاده روی ساده ای داشته باشید. در مرحله سوم پیاده به سمت باشگاه برید و پنج دقیقه تمرین کنید و بعد از پنج دقیقه ورزش کردن رو رها کنید. در مرحله چهار روم ورزش خودتون رو طولانی تر کرده و سعی کنید ورزش در باشگاه رو به مدت پانزده دقیقه افزایش بدید. و در مرحله پنجم ورزش خودتون رو به سه بار در هفته افزایش بدید. همونطور که شنیدید میتونید قدم به قدم و آرام آرام عادت ورزش کردن رو در خودتون ایجاد کنید تا همون رو از روی اجبار انجام ندید و هم بتونید به اون پای بند باشید. نکات کلیدی بیشتر اقدامات ما در طول زندگی از طریق عادتها شکل می گیرن. هر عادتی که انجام می دیم روی رفتارهای بعدی ما هم تأثیر می گذاره. برای اجرای عادتهای خودتون از قانون دو دقیقه ای استفاده کنید. قانون دو دقیقه ای مدت زمان عادتهای شما رو کاهش میده و شما به اون پای بند می مونید. چگونه عادتهای خوب را جذب کرده و عادتهای بد را از خود دور کنیم؟ همیشه قرار نیست برای رسیدن به موفقیت خودمون رو مجبور به انجام عادتهای خوب کنیم. گاهی میتونیم با دشوار کردن عادتهای بد به موفقیت برسیم. این قانون معکوس تغییر رفتاره. انجام این کار اصلا سخت نیست. کافی عادتهای بدتون رو دشوار کنید. مثلا افرادی که میخوان وزن کم کنن به جای اینکه تمام مواد غذایی یک ماه خودشون رو یک جا خرید کنن روزانه به فروشگاه برن و به اندازه نیاز یک روز خرید خودشون رو انجام بدن. به این ترتیب از خرید عمده در حجم بالا جلوگیری میکنن و در جهت تناسب اندام خودشون یک قدم بزرگ برمیدارن. بهترین راه برای اینکه یک عادت بد رو برای همیشه از خودتون دور کنید اینه که تمام راه های رسیدن به اون رو مسدود کنید. در این زمینه نیازی نیست به جنگ عادت بد برید. همین که روی کیفیت زندگی خودتون کار کنید یعنی عادت بد رو از خودتون دور می کنید. مثلا برای اینکه عادات تغذیه‌ای غلط رو از بین ببرید بهتر روی تغذیه خودتون کار کنید. سعی کنید از بشقاب های کوچیک استفاده کنید و میزان کالری دریافتی رو کاهش بدید. یا اگه میخواید در امور مالی پیشرفت کنید، بهتره به طور دقیق انداز کنید. زمان مشخصی رو برای پرداخت آب و برق و گاز در نظر بگیرید و اون رو به تأخیر نندازید. البته بهتر برای اصلاح هر رفتاری و تغییر هر عادتی از تکنولوژی هم استفاده کنید. راحتی کار با نرم افزارها هم در وقت صرف جویی میکنه و هم باعث میشه بتونیم به سادگی برخی از رفتارهای خودمون رو اصلاح کنیم. همه چیز به دست شماست. اگه بخواید عادتهای خوب رو وارد زندگیتون کنید، باید شرایط خودتون رو تغییر بدید و به سمت عادات خوب حرکت کنید. به این ترتیب بدون زحمت زیاد عادتهای بد رو از زندگی خودتون دور میکنید. چون دیگه جایی برای ابراز وجود عادتهای بد وجود نداره. نکات کلیدی رفتارهای نادرست و عادتهای غلط خودتون رو دشوار کنید. برنامه های زندگی خودتون رو به سمت سالمسازی حرکت بدید. از تکنولوژی برای راحتی زندگی و حذف رفتارهای نادرست استفاده کنید. قانون اساسی تغییر رفتار استفان لوبی فردی بود که در بخش سلامت عمومی کار می کرد. او محل زندگی خودش رو به سمت کراچی پاکستان ترک کرد. کراچی یکی از مناطقی بود که زندگی عمومی مردم از کیفیت خوبی برخوردار نبود. به خصوص وضعیت بهداشت در اون منطقه در حالت بحرانی قرار داشت. او و همکارش به این نکته پی بردند که مردم کراچی نسبت به رعایت بهداشت آگاهی دارند اما از انجام اون خودداری میکنن یا در انجام اون ثبات ندارن. عمل سادهی مثل شستن دست ها رو هم رعایت نمیکردن. افرادی هم که انجام میدادن خیلی سرسری دست های خودشون رو می شستن. او و همکارش تصمیم گرفتن تا صابونی رو بین افراد تقسیم کنند که به راحتی کف میکرد و رایحه بسیار مطبوعی داشت. به طرز عجیبی میزان شستن دستها با استفاده از این صابون گسترش پیدا کرد و مردم انجام این عمل ساده را جدی گرفتن. بعد از مدتی در اون منطقه سطح بهداشت بسیار بالا رفت و میزان مرگ و میر و بیماری های واگیردار به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد. لوبی و همکارانش این کار رو به شکل یک عادت در مردم اون منطقه تبدیل کردند و بعد از پنج سال که باز به کراچی برگشتند مشاهده کردند مردم همچنان از این صابون به صورت خودکار استفاده می کنن بدون اینکه کسی صابون رو به اونها بده. استفاده از صابون برای اونها به امری رضایت بخش تبدیل شده بود. به همین دلیل وقتی انجام کاری برای ما لذت بخش تر باشه ما اون رو راحت تر تکرار میکنیم بدون اینکه چیزی یا کسی ما رو به انجام اون کار مجبور کنه. بیشتر تصمیمات ما تأثیرات لحظه ای و سریع نشون میدن. مثلا جایی که میخوابید یا دوری از حیوانات وحشی. اما برخی از کارهایی که انجام میدیم نمیتونن در لحظه به ما پاداش بدن. مثلا در صورتی که خیلی خوب ورزش کنیم ممکنه سال آینده به اندام دلخواهمون برسیم یا اگه کارمون رو خوب انجام بدیم ممکنه سر ماه حقوق خوبی بگیریم. این محیطی که ما در حال حاضر در اون زندگی می کنیم، بازده اون کارها و تلاشها با تأخیره. اجداد ما در گذشته زیاد نگران آینده خودشون نبودن. همین که می از چنگال حیوانات در رنده رهایی پیدا کنن براشون یک پاداش آنی بود. اما بشر امروزه خودش رو درگیر پاداش های دار کرده ما همیشه منتظریم تا چیزی در آینده اتفاق بیفته و همه رو تحت تاثیر قرار بده. حالا یا پاداش یا چیز دیگه. اگه شما عادتهای خوبی داشته باشید، حتی اگه نتیجه اون رو دیر دریافت کنید، میتونه به نفع شما باشه. اما اگه عادتهای انتخابی یا غیر ارادی شما بد باشن، در آینده پاداش منفی دریافت میکنید. ما با انتخاب عادتهای بد پاداش رو در زندگی خودمون به تأخیر میندازیم. اما چگونه میتونیم پاداش های سریع رو به نفع خودمون به کار بگیریم؟ برای اینکه در انجام یک عادت پای بند بمونیم، باید نسبت به اون احساس خوب موفقیت داشته باشیم. برای باقی موندن در مسیر اهداف یا عادات درست، باید دلیلی داشته باشید تا بتونید در اون عادت باقی بمونید. برای خودتون یک برنامه وفاداری تهیه کنید. مثلا یک حساب باز کنید و به جای خرید سیگار، غذاهای مزر و غیره و غیره پول اون رو به اون حساب بریزید. پولی که پس انداز می کنید پاداش شماست. برای هر عادتی یک پاداش در نظر بگیرید. مثلا برای ورزش کردن ماساژ می تونه یک پاداش باشه. این گونه هاتون هم براتون لذت بخش تر می شه. وقتی بتونید عادتهای خودتون رو رضایت بخش کنید به اونها پایبند میمونید. و میتونید لذت آنی رو تجربه کنید. مثل داستان صابون در کراچی پاکستان که مردم از انجام اون کار لذت می بردن. نکات کلیدی برای تغییر رفتار سعی کنید از قانون رضایت بخش بود استفاده کنید. هرچقدر انجام کاری برای ما لذت بخش باشه بیشتر اون کار رو تکرار می کنیم. و برای پایبند بودن به عادات برای خودتون موفقیت های آنی در نظر بگیرید. فردی یک کارگزار بورس بود و تونسته بود معاملات بزرگی انجام بده. او دو بطری داشت که یکی از اونها پر از 150 گیره کاغذ و دیگری خالی بود. هر تماسی که منجر به موفقیت میشد، یک گیره از بطری پر بر می داشت و به بطری خالی مینداخت. این کار رو هر روز از اول آغاز می کرد. تکنیک گیره کاغذ به شما یادآوری میکنه تا شاهد پیشرفت های روزانه خودتون باشید و در نتیجه رفتارهای خودتون رو تقویت کنید. بهترین کار برای اینکه بدونید آیا عادت هاتون رو انجام میدید یا نه علامت زدن اونها در تقویمه. مثلا اگه قرار هفته سه روز یعنی شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به باشگاه برید، اون رو علامت بزنید. از جمله افرادی که در زمینه ردیابی عادات خیلی خوب و دقیق عمل کرده بودند بنجامین فرانکلین بود. او همه جا یک دفترچه با خود حمل می کرد که نکاتی که باید رعایت کنه رو در اون نوشته بود. وقتی روز به پایان می رسید، او نتایج پیشرفت خودش رو به خوبی ثبت می کرد. وقتی بتونید عادات خودتون رو ردیابی کنید، میتونید اون رو برای خودتون لذت بخشتر کنید. این کار شما رو در زنجیره یا عادت هاتون نگه خواهد داشت. انجام این عمل چند فایده به همراه داره که در ادامه با هم با فواید اون آشنا میشیم. 1. ردیابی عادات مشهود است. وقتی شما یک عادت رو ثبت می کنید یا علامت میزنید، یک محرکی در شما ایجاد می کنه که به دنبال سایر عادت برید و اون رو ثبت کنید. این کار باعث میشه ما نسبت به رفتار خودمون آگاهی داشته باشیم و هیچ بهانه‌ای برای انجام ندادنش رو نپذیریم. دو، ردیابی عادات جذاب است. این کار برای ما جذابه. وقتی چیزی برای ما جذابیت داشته باشه، انگیزه لازم برای ادامه دادن و تکرار اون رو در اختیارمون قرار میده. تکرار هر روز ثبت و ردیابی عادات به شما انگیزه میده تا سراغ مورد بعدی هم برید. سه ردیابی عادات رضایت بخش است. ردیابی عادات میتونه مانند دستیابی به پاداش برای شما عمل کنه. مثلا همین که یک گزینه رو خط میزنید احساس رضایت بخش بودن در شما ایجاد میشه. البته لازم نیست همه ی امور زندگی خودتون رو ردیابی کنید. همچنین انجام این کار برای همه ساده نیست. افراد بسیاری از جمله خود من بارها این کار رو شروع کردیم. و بعد از مدتی از اون دست کشیدیم. برای اینکه این کار رو ساده تر انجام بدید، بهتره به جای ده عادت، یک عادت رو مد نظر بگیرید و به جای انجام هر روزه اون ماهانه این کار رو انجام بدید و در تقویمتون علامت بزنید. برای همه ما پیش میاد که در مواقعی خاص عادتهای خودمون رو کنار بگذاریم. ممکنه بیمار شیم یا یک مورد اورژانسی برامون رخ بده اما برای اینکه به راحتی دوباره به اون برگردیم باید متعهد باشیم که حتی اگه یک بار اون رو رها کردیم بار دومی در کار نخواهد بود. اگه یک بار به هر دلیل منطقی و غیر منطقی باشگاه نرفتیم قرار نیست همه زمانهای تعیین شده برای ورزش کردن رو کنار بگذاریم. در سریع ترین زمان ممکن باید دوباره به باشگاه برگردیم. اینکه بتونید سریع به موقعیت قبلی برگردید شما را از بازنده ها جدا میکنه. بازنده ها وقتی شکست میخورن طرف انجام دوباره اون کار نمیرن. اما برنده ها هزاران بار اون رو تکرار میکنن و دوباره به چرخه برمیگردن. نکات کلیدی وقتی در انجام کار پیشرفت میکنید به رضایت میرسید. با ردیابی عادات به راحتی میتونید بفهمید که در انجام عادات خودتون پایبند بودید یا نه. تحت هر شرایطی زنجیره عادتهای خودتون رو حفظ کنید و در سریع ترین زمان ممکن دوباره به اونها برگردید. چگونه یک همراه قدرت تغییر هر چیزی را به ما میدهد؟ اگه رفتاری انجام بدیم که احساس انزجار در ما ایجاد کنه باعث میشه دیگه اون رو انجام ندیم. همه ی ما دوست داریم کارهایی انجام بدیم که نتایج رضایت بخش داشته باشن و از طرفی هم از انجام کارهایی که ناراحتی ایجاد میکنن خودداری کنیم. در واقع هر چقدر عواقب یک کار یا یک عادت برای ما درد کمتری داشته باشه اون رو تکرار میکنیم. اما اگه برای ما بسیار دردناک باشه از اون میآموزیم و دیگه تکرارش نمی کنیم. به طور کلی هر چقدر نتایجی که به دنبالش هستیم قطعیتر و اولویت دارتر باشه احتمال اینکه روی ما تاثیر بیشتری بگذاره افزایش پیدا میکنه. وقتی در کشوری زندگی می کنیم باید از قوانین جمعی اون پیروی کنیم. مثلا بستن کمربند در امریکا یک قانونه و افراد به خاطر قانونی بودن اون به بستن کمربند به صورت خودکار عادت کردند. نمونه های زیادی از این پیمان قدرت ها با مردم یک جامعه وجود داره. همونطور که قدرتمندان از طریق طراحی یک قانون یک عادت رو در مردم شکل میدن و مردم هم به اونها پایبند میمونن، شما هم میتونید در خودتون احساس مسئولیت پذیری ایجاد کنید. در این کار دو نفر رو با خودتون شریک کنید و در صورتی که یک نفر از اون قانون پیروی نکرد، دو نفر دیگه میتونن فرد رو تنبیه کنند. برای تنبیه هم میتونید مواردی که خودتون توافق میکنید رو در نظر بگیرید. پس بهترین راه برای ترک یک عادت بد همراهی کردن دیگران با خودتون به هنگام ایجاد یک مسئولیت جدیده. نکات کلیدی عامل نارضایتی رو برای تغییر رفتار به کار بگیرید. هرچقدر یک عادت دردناکتر باشه و عواقب بدی به همراه داشته باشه ما بیشتر از اون دوری می کنیم. اگه دیگران رو مسئول نظارت بر عادت هامون کنیم و در مواقع لازم از طرف اونها تنبیه بشیم به اون عادت ها پای بند می مونیم. برای اینکه بتونید به موفقیت برسید باید حوزه مناسبی برای رقابت انتخاب کنید. فرقی نمیکنه در ورزش باشه یا شغل. وقتی بتونید عادتهایی انتخاب کنید که با روحیات و ویژگی های طبیعی شما همخانی داشته باشه به موفقیت بیشتری می رسید و راحت تر می تونید یک عادت رو در خودتون شکل بدید. انسان ها با قابلیت های مختلفی به دنیا آمدن. مثلا اگه بخواید یک بسکتبالیست بزرگ بشید باید قد دویست و ده سانتیمتری داشته باشید. اما این قد نمی تونه شما رو به یک جیمیناستی کار حرفه تبدیل کنه. خودتون رو درگیر مسئله ای به نام ژن برتر نکنید. هیچ کس برتر از شما نیست. تنها چیزی که باعث برتری افراد از هم میشه شناخت قابلیت های مختلفه. اونهایی که در زمینه ای به خوبی عمل میکنن قابلیت های خودشون رو شناختن. برای موفقیت باید تلاش خودتون رو روی کارهایی بگذارید که انجامش در شما هیجان ایجاد میکنه و با مهارت های طبیعیتون همخانی داره. چگونه شخصیت شما روی تأثیر می‌گذارد؟ شما روی همه چیز تأثیر میگذارن. روی رفتارهای روزانه، تماشای تلویزیون و حتی روی قوی یا ضعیف بودنتون هم تأثیر میگذاره. شخصیت شما تحت تأثیر جنهاتون قرار می‌گیره. جنها شخصیت شما رو به سمت مورد نظر خودشون سوق میدن. باید بتونیم عادتهای متناسب با شخصیتمون ایجاد کنیم. مثلا اگر اطرافیان شما برای لاغری از رژیم کربوهیدرات استفاده می کنن، ممکنه این رژیم روی شما اثر نداشته باشه و رژیم پروتئین روی شما جواب بده. عادت خودتون رو طبق طبیعت خاص خودتون شکل بدید و از اینکه در خیلی از زمینه ها با دیگران تفاوت دارید احساس شرمندگی نکنید. سعی کنید عاداتی برای خودتون انتخاب کنید که بدونید موفقیت شما در اون بیشتره. اولین قدم برای این کار اینه که عادات انتخابی خودتون رو تا حد ممکن ساده کنید. باید دقت کنید چیزی که انتخاب کردید با مهارت‌ها و روحیات شما هماهنگ باشه. وقتی گزینه های روی میز رو برای انتخاب عادات مناسب انتخاب کردید، باید چند سوال از خودتون بپرسید تا فهرستتون کوتاه شده و بهترین عادتها براتون باقی بمونن. مثل کدوم مورد برای من لذت بخش و برای دیگران کار به حساب میاد؟ کدوم کار باعث میشه زمان رو از دست بدم؟ در کدوم انتخاب بازده من بیشتر خواهد بود؟ و یا الهامات من چه چیزهایی هستند؟ بهترین مهارت‌های خودتون رو شناسایی کنید و اونها رو با هم ترکیب کنید. این کار کمک میکنه تا از همه جلو بزنید. در هر موقعیتی که هستید، همه چیز رو با کمک مهارت به نفع خودتون تغییر بدید. سعی کنید به یک تخصص حرفه‌ای برسید. این به شما کمک میکنه همه رقیبان رو از میدان به در کنید. ژنها به ما کمک میکنند تا راه رو روشنتر ببینیم و در مسیری قرار بگیریم که دقیقا با ما همخانی داره. جنها به ما کمک می کنند تا نقاط قوت خودمون رو بشناسیم و زمان کمتری صرف شناسایی چیزهایی کنیم که از ما و روحیاتمون فاصله دارن. در این بین برای اینکه از های خودتون بیشترین بازده رو دریافت کنید، سعی داشته باشید تمام تمرکزتون رو روی خودتون قرار بدید و از مقایسه خودتون با دیگران پرهیز کنید. نکات کلیدی بهترین حوزه رو برای رقابت پیدا کنید عادتهای خودتون رو مطابق با روحیات و ویژگیهای طبیعی خودتون پیدا کنید عادتهای شما اگه با توانایی هاتون داشته باشن ساده تر میشن جنها راه رو برای شما روشن‌تر میکنن و جنها مثل نقشه راه عمل میکنن و مسیر درست رو به ما نشون میدن قانون تلایی چگونه در کار و زندگی با انگیزه بمانیم. استیو مارتین که یک هنرمند بزرگ در عرصه نمایش و تئاتر بود، کار خودش رو در ده سالگی از طریق فروش روزنامه در دیزنی لند شروع کرد. مدتی بعد به بخش تردستی دیزنی لند منتقل شد و فهمید که به انجام این کار علاقه داره. اون نمایش های خودش رو از کافه ها، بارها و گوشه و کنار خیابون آغاز کرد. و بعد از پانزده سال به موفقیت رسید و تونست به شهرت برسه. او نشون داد با پایبندی به عادتها و خواستها میشه به موفقیت رسید و در این راه نباید ترس به دل راه داد. اگه استیو میترسید ممکن بود هرگز نتونه روی صحنه اجرای کمدی داشته باشه. اما چرا نمیتونیم مثل استیو روی خواسته خودمون پایبند بمونیم؟ قانون طلایی میگه که اگه خواسته های شما دقیق متناسب با توانایی های درونیتون باشه میتونید راحت تر به اون پای بند بمونید. اگه میزان سختی و دشواری کاری که میخواید انجام بدید زیاد باشه نمیتونید اون رو به خوبی مدیریت کنید. وقتی یک عادت جدید انتخاب میکنید باید تلاش کنید همه چیز رو راحت انتخاب کنید تا حتی اگه شرایط ایدئال نبود بتونید در باقی بمونید. در رسیدن به موفقیت عوامل زیادی دخیل هستند مثل ژن، شانس و استعداد. اما یک مورد مهم دیگه هم وجود داره که باعث میشه ما به راه خودمون ادامه بدیم و اون کنترل خستگی روزانه است. فرقی نمیکنه که فرد موفقی باشید یا نه. حتی افراد موفق هم گاهی خسته و بی انگیزه میشن اما اونها راهی پیدا کردن که بر خستگی خودشون غلبه کنن. افراد موفق هم از عادتهای موفقیت آمیزشون خسته میشن و این خیلی بدتر از موقعی که شما یک عادت معمولی رو ترک میکنید. وقتی انگیزه شما کاهش پیدا میکنه به راحتی خسته میشید. وقتی که حساب و کتاب زندگی و کارمون از دستمون خارج شه، احساس خستگی بیشتر میشه. اگه شما هم میخواید بر خستگی ها غلبه کنید، باید بین زندگی و کار حد و حدودی قائل شید. این گونه به راحتی از پس مدیریت هر چیزی بر آید. وقتی دقیقا بدونید چه چیزهایی برای شما اهمیت داره، به سرعت به سمت اون حرکت می کنید و هر مانعی که باعث ایجاد خستگی شر و پشت سر می گذارید. نکات کلیدی وقتی بتونید مطابق با توانایی هایی که دارید کاری رو شروع کنید، به موفقیت می رسید. این یعنی قانون تلایی. وقتی که نتونیم بین کار و زندگی حدودی رو مشخص کنیم از عادت هامون خسته میشیم و انگیزه باعث میشه در اجرای عادت هاتون احساس خستگی نداشته باشید. نقطه ضعف ایجاد عادت های خوب عادت ها مثل سنگ بنا برای زندگی عمل میکنن. وقتی یاد میگیریم کارهایی رو بدون فکر و ساده انجام بدیم به مرور زمان عادتهای پیچیده هم برامون عادی میشن اما گاهی درگیر تکرارهایی میشیم که اصلا به اونها فکر نمیکنیم، چون همه چیز خودکار صورت میگیره ما در این شرایط اشتباهات زیادی مرتکب میشیم چون راجع به کاری که انجام میدیم فکر نمی کنیم. عادتها هم نقطه قوت دارند و هم نقطه ضعف. نقطه قوت عادت اینه که میتونیم به مرور زمان بدون اینکه در مورد عادتی فکر کنیم اون رو انجام بدیم و نقطه ضعف عادت هامون اینه که دیگه به خطاهای خودمون توجه نمی کنیم برای اینکه در انجام عادت خودتون موفق عمل کنید و در عین حال پتانسیل خودتون رو بالا ببرید به روی های حساب شده نیاز دارید یعنی باید بتونید مهارت رو یاد بگیرید و اون رو به حافظه ناخودآگاهتون بسپارید مثلا یک جراح موفق باید اونقدر یک برش رو انجام بده تا بتونه چشم بسته این کار رو بکنه. برای اصلاح عادتهای خودتون یا تغییر اونها باید از سیستم بازبینی استفاده کنید. در این سیستم یک سال رو مورد نظر خودتون قرار میدید و بعد هر دستاورد و شکستی که تجربه کردید رو یادداشت میکنید. بعد از خودتون سوالاتی میپرسید که مطمئن شید چه عاداتی خوب بوده یا نیاز به اصلاح داره. مثلا میپرسید امسال برای من چه چیزایی خوب پیش رفتن؟ چه چیزایی یاد گرفتم؟ و چه چیزایی بسیار بد بود و من تجربه خوبی به دست نیاوردم؟ این سوالات یک دید وسیع نسبت به وضعیتتون میده. مثلا فردی به این نتیجه میرسه که در عاداتی باقی بمونه و در اون پیشرفت کنه یا به طور کلی اون رو اصلاح کنه. همونطور که گفتیم یکی از نقاط ضعف عادتها وقتیه که اون رو باور میکنید و دیگه اشتباهات جزئی رو درک نمی کنید و همین باعث میشه تا شما نقاط ضعفتون رو انکار کنید. یکی از بهترین راهکارها اینه که اجازه ندید یک عادت وارد تمام شخصیت شما شه. وقتی خودتون رو در یک شخصیت تازه شکل گرفته غرق می کنید به محض اینکه اون هویت تازه رو از دست دادید خودتون رو به راحتی می بازید. زندگی همیشه به یک شکل جریان نداره شما هم باید مدام خودتون رو بررسی کنید تا ببینید عادت هاتون در خدمت شما هستند یا این عادت هاتون هستند که شما رو محاصره کردن. باید سعی کنیم نسبت به عادت های مهم زندگیمون آگاهی داشته باشیم تا بتونیم در مواقع لزوم به راحتی اونها رو عوض کنیم. نکات کلیدی عادت نقاط ضعف و قوت دارن. نقاط ضعف اینه که خطاها رو نادیده میگیریم. سیستم بازبینی به شما کمک میکنه تا عادتهای قدیمی و نامناسب خودتون رو اصلاح کنید یا از بین ببرید. خودتون رو قربانی هاتون نکنید. بخشی از هویتتون رو مستقل از عادتها قرار بدید تا در موقع لزوم به راحتی بدون اینکه دچار سرخوردگی شید اون رو بشکنید. از یونانی ها یک ضرب المثل خوب به یادگار مونده. اونا میگن اگه یک اقدامی رو هر چقدر کوچیک بارها تکرار کنید تأثیر ای روی شما میگذاره. این ضرب در مورد های ما هم صادقه. وقتی یک عادت کوچیک رو انجام میدید، شاید در ابتدا نتیجه قابل توجهی نبینید. اما اگه تعداد عادتهای کوچیکی که کنار هم قرار بگیرند رو مورد توجه قرار بدید، میبینید که زندگیتون زیر و رو میشه. عادتهای ما همون اتمهای کوچیکی هستند که وقتی به هم میپیوندن میتونن قدرتمند عمل کنند. عادت‌های ما ترکیب میشن و معجزاتی در زندگی ما ایجاد می‌کنند. این همون قدرت عادتهای اتمیه. یعنی تغییر کوچک برابر است با نتایج بزرگ. ما در این میکرو کتاب چهار نکته یاد گرفتیم. سرنخ، تمایل، پاسخ و پاداش. این چهار نکته یک مدل و راهنما هستند که میتونید برای هر مسئله ای از اون استفاده کنید. درس هایی که در ادامه میشنوید به شما نشون میده که این چارچوب توضیح داده شده در میکرو کتاب می در همه موارد کاربرد داشته باشه درس اول اگه نسبت به چیزی آگاهی داشته باشیم به سمت اون تمایل پیدا می کنیم درس دوم اگه شما نسبت به وضعیتی رضایت دارید یعنی تمایلی به تغییر اون ندارید درس سوم وقتی یک تصور از لذتهای مختلف داشته باشید به سمت اون کشیده میشید. درس چهارم احساسات شما این قدرت رو دارند که رفتارهای شما رو هدایت کنن. درس پنجم اقداماتی که انجام میدید نشون میدن تا چه حد چیزی رو میخواید. با تشکر و سپاسگزار از اینکه این ویدیو را تماشا کردید. امیدوار هستم که ویدیوهای ما باعث الهام و تشویق شما شود همچنان فراموش نکنید که تگمه لایک و سبسکرایب کنید بنابراین ما هر روز ویدیوهای جدید را برای شما بارگذاری میکنیم تا باعث الهام و تشویق بیشتری شما شود و همچنان دوست دارم که در کامنت بنویسید که این ویدیو چگونه باعث تشویق شما شده است ما دوست داریم بیشتر از شما بشنویم تشکر از شما